اعتراضات سراسری بازنشستگان علیه ستم آخوندی در 23 شهر میهن. ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم. روز یکشنبه در سلسله اعتراضات سراسری علیه بی‌عدالتی و فقر که ناشی از دزدی و چپاول آخوندهای غارتگر حاکم است، بازنشستگان در شهرهای مختلف میهنمان تجمع کردند و خشم خود را فریاد زدند. اعتراضات بازنشستگان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، همدان، کرج، کرمان، نیشابور، عراق، خرم‌آباد، اردبیل، قزوین، بجنورد، شوش، هفت‌تپه، شوشتر، یزد، قم، گرمه جاجرم و شهرهای دیگر صورت گرفت. بازنشستگان حقوق ناچیز خود در مقابل 10 میلیون تومان خط فقر را یادآوری کرده و علیه ظلم و جور آخوندهای حاکم شعار دادند و خواستار برقراری عدالت شدند. در مشهد بازنشستگان در اعتراض به فقر و محرومیتی که رژیم آخوندی حاکم کرده، 2 سفره خالی در مقابل اداره تامین اجتماعی پهن کردند. بازنشستگان در شهرهای مختلف از جمله شعار می‌دادند: حق خود را در کف خیابان به دست می‌آوریم. تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشینیم. ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. سفره بازنشسته تامین اجتماعی خالی است. اعدام جنایتکارانه 3 زندانی در زندان زاهدان. خانم رجوی اعدام پیاپی زندانیان سیاسی بلوچ را در اعداد قتل عام زندانیان سیاسی و ادامه جنایت علیه بشریت خواند. شیمان خامنه‌ای بامداد روز یکشنبه 14 دی 99 2 زندانی سیاسی به نامهای حسن دهفاری و الیاس قلندرزهی را پس از حدود 7 سال حبس در زندان زاهدان اعدام کردند. همزمان یک زندانی دیگر به نام امید محمودزهی که از سال 94 در زندان بوده است در همین زندان اعدام شد. دهواری و قلندرزهی در فروردین 93 توسط ماموران رژیم آخوندی بازداشت و در آذر 1395 یک بیدادگاه رژیم آخوندی آنها را به اعدام محکوم کرد. تسنیم خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز یکشنبه نوشت حسن دهواری و الیاس قلندرزهی به سبب اقدامات تروریستی اعدام شدند. خانم رجوی این اعدام‌ها را قویان محکوم کرد و اعدام پیاپی زندانیان سیاسی بلوچ را آن هم پس از سال‌ها زندان در اعداد قتل عام زندانیان سیاسی و ادامه جنایت علیه بشریت خواند و بار دیگر خواهان اقدام شورای امنیت ملل متحد شد. روز 6 دی ماه عبدالحمید میر بلوچزهی، یک زندانی سیاسی دیگر که به 15 سال زندان محکوم شده بود، با مداخله اطلاعات سپاه پاسداران در زندان زاهدان اعدام شد. روز 11 دی ماه نیز 3 زندانی اهل سنت به نامهای حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش به اتهام آخوند ساخته بغی در زندان وکیل‌آباد مشهد حلقاویز شدند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 14 دی 1399.
قاسم سلیمانی سرجلاد و قاتل مجاهدان، مردم ایران و خلق‌های عراق، سوریه، یمن و لبنان. خنجری بر پهلوی فتح و جنبش آزادی بخش فلسطین. گزارش پاسدار سرلشکر قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس به خبرگان رژیم درباره حمله به اشرف 12 شهریور 92. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت آمریکا در مصر به دنبال دموکراسی، در سوریه به دنبال حقوق بشر و در ایران نگران بحث هسته‌ای نیست، بلکه هدف اصلیش این است که خط مقاومت را بشکند. ما تا آخر از سوریه حمایت می‌کنیم. یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس به سخنان سردار حاج قاسم سلیمانی در نطق دیروز وی در مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت سردار سلیمانی در این جلسه به قضیه عراق و اردوگاه اشرف پرداخت که بیش از 50 نفر از آنها کشته شدند که بسیاری از آنها از سران منافقین بودند و 10 نفر نیز مفقود شدند و این قضیه مهمتر از حمله مرصاد بود. قاسم سلیمانی دستور قتل عام پنجم را به مالکی و فالح فیاض ابلاغ کرد. تلاش مالکی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت و فراخوان به دیپلمات‌ها و خبرنگاران مقیم عراق برای بازدید فوری از اشرف. بر اساس گزارش‌های موثق از داخل ایران، حمله به اشرف و قتل عام پنجم به دستور خامنه‌ای به اجرا درآمده است. قاسم سلیمانی این دستور را روز سه‌شنبه 5 شهریور در سفر به بغداد به طور مستقیم به مالکی و فالح فیاض ابلاغ کرده است. مالکی در صدد است بر این جنایت علیه بشریت سرپوش بگذارد. مقامات نخست وزیری موظف شدند در پاسخ به سوالات سازمان ملل و دیگر مراجع بین المللی هر گونه حمله به اشرف و کشته شدن ساکنان را تکذیب کنند. مقاومت ایران علاوه بر سفارت آمریکا و ملل متحد، دیپلمات‌های اروپایی و خبرنگاران و فعالان حقوق بشری مقیم عراق را به بازدید فوری از اشرف و مشاهده صحنه‌های پنجمین قتل عام مجاهدان اشرفی و جنایت بزرگ علیه بشریت فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 10 شهریور 1392. سفر شتاب زده جلاد قاسم سلیمانی به عراق در 5 شهریور 92 و هماهنگی‌های 4 روزه با مالکی برای حمله به اشرف. جزئیات جدیدی از هماهنگی‌های دولت عراق با رژیم ایران در قتل عام اول سپتامبر در اشرف. قتل عام بزرگ اول سپتامبر در اشرف به دستور شخص خامنه‌ای و توسط نیروهای تحت امر مالکی در هماهنگی کامل با نیروی تروریستی قدس صورت گرفته است. مقاومت ایران ضمن افشای جزئیات بیشتری از موضوع خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی برای انجام تحقیقات بیطرف و همه جانبه در مورد این جنایت بزرگ و محاکمه و مجازات عاملان آن می باشد. 1. طرح این کشتار از مدتی پیش از سوی خامنه‌ای به نیروی تروریستی قدس محول شده بود تا از طریق دولت عراق به اجرا درآورد. طبق طرح همه ساکنان اشرف باید کشته یا به گروگان گرفته می شدند. به دنبال بمباران شیمیایی حومه دمشق و بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه، خامنه‌ای خواستار تسریع پروژه کشتار اشرف شد. 2. قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس در روز سه‌شنبه 5 شهریور شتاب زده به عراق رفت و خارج از ساعت اداری ساعت 10:30 شب به دیدار مالکی رفت. در این دیدار مسئله حمله احتمالی آمریکا به سوریه و کشتار اشرف مورد بحث قرار گرفت. سلیمانی در این دیدار که فالح فیاض مشاور امنیت ملی مالکی نیز حضور داشت، در مورد زمانبندی حمله به اشرف با مالکی به توافق رسید.
به این ترتیب اقدام‌های عملی این حمله که مقدمات آن از قبل فراهم شده بود پس از سفر سلیمانی آغاز شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 11 شهریور 1392. بیانیه 33 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. فصل هفتم، مبارزه بدون تزلزل برای سرنگونی، حماسه های پایداری در اشرف و لیبرتی. 44. حمله ددمنشانه لشکر کثیف مالکی به قرارگاه اشرف و قتل عام 52 تن از ساکنان آن در 10 شهریور 92 فقط یک تعرض ساده از جانب دشمن به مقاومت نبود. این حمله طرح خامنه‌ای برای نابودی کامل مقاومت بود. او می‌خواست در آستانه خوردن زهر اتمی مشابه قتل عام زندانیان سیاسی پس از زهر آتش بس در سال 67 از دست مقاومت به کلی خلاص شود. بیانیه رسمی سپاه پاسداران و سرکردگان رتبه اول آن، وزارت وزیر اطلاعات و شرکت پاسدار قاسم سلیمانی در اجلاس مجلس خبرگان برای توضیح پیرامون این کشتار نشان می‌دهد که این حمله اهداف شوم و بسا فراتری را پیگیری می کرده است. سرکردگان رژیم بلافاصله این حمله را پیروزی استراتژیک و مهمتر از عملیات مرساد و دارای تأثیرات منطقه‌ای توصیف کردند و از احتمال کشته شدن مسئول شورا در این عملیات سخن گفتند. زمین سازی ها، شیطان سازی ها و حمله های مداوم علیه مسئول شورا و کیان شورا از اول سال 92 به طور حیرت انگیزی بالا گرفت. اعتراف تروریست جنایتکار ابو مهدی مهندس به شراکت در عملیات انفجار تروریستی در قرارگاه حبیب از قرارگاه‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران. علیه منافقین هم توی عراق عملیات می‌کردید؟ بله، ما مهمترین عملیات مثلا بادیان حبیب، عملیات استشاری تو بادیان حبیب بعد از شهادت شهید سید شیرازی که اونا گفتن که 13 نفر از اون کشته شده، این ساختمان کامل تقریبا منهدم شد. اعتراف دختر ابو مهدی مهندس به نقش پدر جلادش در حمله جنایتکارانه به قرارگاه حبیب ارتش آزادی بخش ملی ایران. و حتی به تسعینیات اتطور هذا الجهاد عنده، یعنی حتی من انتهت الحرب بدت العمليات في داخل الاراضي العراقيه. هناك كثير من العمليات الناس تعرفها، اكو ناس ما تعرفها، بس هو من ضمن قياداته بوقته وكان ضمن فيلق بدر. لأن هاي عمليات هو قاتها بنفسه، ضرب مقر حبيب، قاعدة حبيب، أيضا قاعدة حبيب اللي كانت تابعة للمجاهدين، المجاهدين خلق المنافقين في العراق، ووصل إلى قيادة فيلق بدر في نهاية التسعينيات. من هناك بدأت أصلا محطة العلاقة المباشرة مع الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني.
طبعا هاي لم تتم اساسا بدون اسناد الجمهوريه الاسلاميه وبدون اسناد فرقاء في حزب الله لبنان. لولا اصلا دعم الجمهوريه الاسلاميه لما تشكل الحشد الشعبي حتى ولا تطور. والزيارات اللي كانت تجري مع يعني تدور مع السيد الولي كانت رسميه اصلا، بعضها معلنه وبعضها غير معلنه. بعض اللقاءات يعلن عنها، بعضها لا، سرية موجودة يعني لا زالت غير معلنة عنها، بس اللقاءات كانت دائما موجودة والعلاقة كانت دائما موجودة. حتى من ما كانت اللقاءات كانت بواسطة وجود المبارك للحاج قاسم سليماني. چای خوردن سرجلاد سلیمانی از فلاسک روبوده شده از اشرف، کشتار تکریت اسفند 93. این عکس که نخستین بار در 5 مارس 2015 در سایت لانگوار جورنال متعلق به بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا منتشر شده است، جلاد قاسم سلیمانی را در حال نظارت بر کشتار در تکریت در عراق پس از لشکرکشی رژیم به این منطقه در اسفند 1393 نشان می‌دهد. چندین گروه از وحوش به اصطلاح شیعه عراقی در این تهاجم برای تصرف تکریت و کشتار و سربریدن ها شرکت داشتند که تماماً تحت فرماندهی نیروی قدس اداره می‌شدند. در همان زمان رئیس ستاد ارتش آمریکا در کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنای این کشور نسبت به کشتار انتقام جویانه شبه نظامیان شیعی که 2/3 نیروهای در حال جنگ در تکریت را تشکیل می‌دادند هشدار داد. به نوشته لانگوار جورنال، خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران ایران نیز حضور سلیمانی را در تکریت مورد تایید قرار داد که از یک رژه نظامی کتائب ضد امام علی در کمپ اسپایکر در نزدیکی تکریت بازدید می‌کرد. در این عکس سرجلاد سلیمانی از فلاسکی چای می‌خورد که بر روی آن کلمه انبار مراسم نوشته شده و مزدوران رژیم پس از ربودن اموال مجاهدین از قرارگاه اشرف به دنبال قتل عام 10 شهریور 1392 در اشرف حتی به خود زحمت ندادند کلمه و عبارتی را که به وضوح حاکی از سرقت اموال مجاهدین در اشرف است از روی فلاسک پاک کنند. شاید هم سرجلاد قاسم سلیمانی به این وسیله قصد قدرت نمایی داشته تا نشان بدهد از فلاسکی چای می‌خورد که از مجاهدین برده است. قاسم سلیمانی قاتل خلق‌های منطقه، خنجری بر پهلوی فتح و جنبش آزادی بخش فلسطین.
در 23 آذر ماه سال 1382 رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پیام خود به گردهمایی ایرانیان در لندن به جهان هشدار داد و گفت بگذارید از سوی مقاومتی که افشاگر منحصر به فرد پروژه های اتمی و تسلیحات ممنوعه کشتار جمعی رژیم آخوندی بوده است با صراحت از همین جا به دنیا اعلام کنیم که خطر روزافزون مداخلات و توطئه ها و تروریسم رژیم ملایان در عراق اکنون 100 بار از خطر اتمی این رژیم بیشتر است. تکرار می کنم، خطر روزافزون مداخلات و توطئه ها و تروریسم رژیم ملایان در عراق اکنون 100 بار از خطر اتمی این رژیم بیشتر است. در آن زمان و در آن شرایط کسی را یارای چنین تصریحاتی درباره ابعاد خطر مداخله جویی استبداد مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران در عراق نبود. اما امروز همه طرف‌هایی که 3 سال و اندی در عراق کارآموزی کرده اند و ابتدا سخت ناباور می نمودند اینک می گویند و می نویسند و تکرار می کنند که از صدها شکنجهگاه و زندان مخفی گرفته تا کشتار و مسله کردن اجساد به شیوه پاسداران خمینی و از انفجار و بمب‌گذاری کنار جاده تا رساندن پول و سلاح به عاملان کورترین و وحشیانه ترین نوع تروریسم همه زیر سر رژیم ایران و کار متداول این رژیم است. اشرف قاضی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق در سخنان خود در کنفرانس امنیت عراق که در 16 و 17 تیر ماه با حضور وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق برگزار شد گفت عراق و به طور مشخص چندین شهر عمده آن به ویژه بغداد از زمان خشونت علیه حرم دو امام شیعه در سامرا در 22 فوریه 2006 و حملات متعاقب آن علیه غیر نظامیان و مساجد شاهد کشتار بیرحمانه و نقض حقوق بشر همچون شکنجه، آدم ربایی و قتل بودند. آمار تخمینی قتل فقط در شهر بغداد به 1500 نفر در ماه رسیده است. اعتراف یک سرکرده حماس 22 میلیون دلار در 9 چمدان در فرودگاه از قاسم سلیمانی دریافت کردیم. رسانه‌های حکومتی با درج اظهارات یک سرکرده حماس نوشتند در سال 2006 قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس در فرودگاه به این گروه چمدان‌های پر از دلار تحویل داد. محمود الزهار به شبکه العالم رژیم گفت در سال 2006 دیدار با احمدی نژاد داشتیم و از وی درخواست‌هایی داشتیم که من را به قاسم سلیمانی ارجاع دادند. قاسم سلیمانی فوراً درخواست ما را پاسخ داد، به گونه‌ای که روز بعد که باید سفر می‌کردم 22 میلیون دلار در چمدان‌های فرودگاه دیدم. قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت شود، اما ما 9 نفر بودیم که نمی‌توانستیم بیش از این حمل کنیم، زیرا هر ساک 40 کیلو فقط گنجایش داشت. كانت النتيجه ان القرار كان فوري وكنت على موعد في اليوم الثاني للسفر في الطائرة فوجدت 22 مليون دولار في حقائب موجودة في المطار. كان الاتفاق على مبلغ أكثر من ذلك ولكن كنا 9 أشخاص لا نستطيع أن نحمل أكثر من ذلك. كانت كل شنطة فيها 40 كيلو. غزة على تعليق صور سليمان. احتفالات بمقتل سليماني. Thank you.
اعتراف بیسابقه سرتیب بسیجی پوردستان به دستور قاسم سلیمانی، ارتش تحت امر ولی فقیه با نقض فاحش قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد مستمراً سلاح و مهمات و نیرو به سوریه منتقل و با تشکیل یک تیپ رزمی مردم را کشتار کرده است. سرتیب بسیجی احمدرضا پوردستان، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش تحت امر ولی فقیه و فرمانده سابق نیروی زمینی این ارتش، در مصاحبه با تلویزیون رژیم اعتراف کرد که این ارتش به دستور قاسم سلیمانی سلاح، مهمات و نیرو به سوریه منتقل می‌کرده و با تشکیل یک تیپ رزمی در سوریه در کشتار مردم این کشور مشارکت فعال داشته است. پوردستان در تلویزیون حکومتی رژیم گفت سپاه نیروی عمده پشتیبان سپاه قدس بود. ارتش هم اعلام آمادگی کرد. در وهله اول ارتش عهده‌دار پشتیبانی لوجستیکی شد. هواپیماهای کارگوی ارتش مهمات و نفرات را از تهران به سوریه منتقل می‌کردند. به دمشق منتقل می‌کردند. مهمات در کالیبرهای مختلف، کالیبر سبک، کالیبر سنگین و انواع موشک‌ها RPG-7، SPG-9، موشک‌های 107 میلیمتری و کاتیوشا توسط نیروی زمینی تامین می‌شد. ما روزانه چندین تریلی مهمات بارگیری می کردیم. یک بخشی را می آوردیم در فرودگاه توسط هواپیماها می رفت دمشق. یک بخشی را می آوردیم در مرزهای خسروی و جاهای دیگر تریلی های عراق بارگیری می کردند. بعد از مدتی ما تکاوران نیروی مخصوص را فرستادیم و در مرحله بعدی توپخانه ها را فرستادیم و این ارتباط نزدیک ارتش و نیروی قدس ادامه داشت. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 دی 1399. در وهله اول پشتیبانی لوجستیکی رو ارتش عهده‌دار شد، یعنی هواپیماهای کارگو ارتش آمدند مهمات رو و نفرات رو از تهران به سوریه منتقل می‌کردن، به دمشق منتقل می‌کردن. در یک بخش‌های حاج قاسم ضرورت احساس کردن که جنگنده‌ها وارد بشن تو استان دیالی. چند نوبت خلبانان رفتن و بمباران‌هایی رو انجام دادن. پاسدار نقدی هماهنگ کننده سپاه پاسداران خامنه‌ای: 17 میلیارد دلار هزینه در منطقه کردیم. فضایی بود که نمی توانستیم بگوییم نیروهای ما در سوریه کشته شده اند. می گفتیم در غرب کشته شده اند. همه تقبیح می کردند و می گفتند از یک دیکتاتور حمایت می کنید. خامنه ای عمق جبهه را می دید. قاسم سلیمانی با هواپیمایی حامل ده ها تن مواد منفجره و سلاح و مهمات می رود می نشیند وسط فرودگاه تحت محاصره دشمن. ما یادمون نمیره، یعنی شما تصور کنید که فضای اون روزا چی بود. امروز ما خیلی راحت میگیم که رفتیم سوریه جنگیدیم، مدافع حرمیم. اون روزا فضایی بود که نمیتونستیم بگیم مدافع حرم. شهدایی که از اونجا میمدن تو دوره های اول اصلا میگفتن در مناطق غرب شهید شدن، کتمان میکردن که اینا در کجا شهید شدن. و فضای غبارآلود این چنین بود. خیلی از جریانات سیاسی به شدت مخالف بودن، موضع می گرفتن. دو طیف جریان، یعنی شما از این طرف این یک جناحی مثلا فرض کنید که دولت سابق که برای خودش موازی داره، تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سابق، که دو تا طیف کاملا، دو تا قطب کاملا متضاد سیاسی هستند، در دو طرف انتهای منتهی علیه دو تا جریان سیاسی قرار دارن، همشون مخالف بودن. حتی سخنرانی کرده. وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسیده و حضور پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل ده ها تون مواد منفجره و سلاح و مهمات میره میشینه وسط فرودگاه تحت محاصره دشمن، تو جبهه ای که همه دارن تقبیح میکنن و میگن نرو و نباید بری و اشتباه و خطاه و شما دارید از یه دیکتاتور حمایت کنید. خب رهبری
حکیم ما اون عمق جبهه رو میدیدن و این رو رهبر ما دیدن و اعتقاد عمیقی که شهید سلیمانی به بلاد داشت واقعا سخت‌ترین انتخاب بود. رفتن پا گذاشتن تو این جبهه همه اینا رو نادیده بگیره و بیاد در یه جبهه‌ای که خلاف همه محبوبیت‌هاشه، همه وجودش رو اینجا خرج کرد، آبروش رو گذاشت. ببینید در 30 سال گذشته 7000 میلیارد دلار آمریکایی‌ها تو منطقه خرج کردن، شاید نزدیک به 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که از دیپلماسی گرفته تا کار فرهنگی گرفته تا به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته، همه اینا خرج داشته برای ما. اینو مقایسه کنید شما ببینید چه اتفاقی افتاده. 7000 میلیارد دلار با 17 میلیارد دلار، یعنی 1000 میلیارد دلار هم نیست رقم که بخوایم چی کنیم. بالاخره اینا ثبت مشخصه که چقدر هزینه شده. بعد من یه سوالی میکنم، من توی گاهی مدارس میرم برای دانش آموزا صحبت میکنم، این سوال از تو اینترنت چون میبینن هی میان میپرسن که آقا چرا سالگرد هلاکت دشخیم قاسم سلیمانی، وعده های سرکردگان ولایت خامنه ای درباره انتقام سخت و واکنش های بسیجیان وارفته و پاسداران سیلی خورده. قاتل سلیمانی و عامر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. انتقام پس بدن، هم عامر هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد، ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم، اینو باید انتقامشون رو پس بدن. در حالی که بالاترین سران رژیم آخوندی و سپاه پاسداران در سوز هلاکت دشخیم قاسم سلیمانی پیوسته دم از انتقام سخت زده و میزنند و در سال روز هلاکت سلیمانی هم بر این دود و دمها افسودند، بدنه نظام و بسیجی‌ها و پاسداران از این وعده‌های انتقام سخت که بیشتر به پارس خوابیده سگ‌های ترسیده شبیه است مسئله دار شدند. در همین رابطه پاسدار سلامی سرکرده سپاه پاسداران به صحنه آمد تا مقداری به نیروهای نظام روحیه بدهد. یکی از بحث‌هایی که در واقع بعد از شهادت حاج قاسم خیلی از طرف جامعه ما مطالبه شد بحث انتقام سخت بود. اخیراً هم بعد از ترور شهید فخری‌زاده این بحث دوباره داغ شد و خیلی دوباره نسبت به شاید گله شد. سردار چرا برای انتقام سخت هنوز اتفاقی نیفتاده؟ این همون انتقامی است که باید از آمران و قاتلان گرفته بشه. منتها این همونطور که رهبر عزیز ما هم فرمودن اختصاصات خاص خود رو داره، یعنی زمان، مکان، موقعیت، روش. خب اینها هر کدوم شرایط و مختصات خاص خود رو داره. اون پروندهش بازه، اون بازه، این هم باز. مضحک‌تر از سرکرده پاسداران سیلی خورده ولایت بوخ‌های تبلیغی رژیم است که به فرمان خامنه ای مأمور شدند با ساختن نمایش های مسخره و حتی انیمیشن و کارتون انتقام سخت مجازی به خورده بسیجی ها و نیروهای نظام بدهند. در یک مورد کانال تلگرامی رسمی سپاه پاسداران 13 دی در سال روز هلاکت دشخیم سلیمانی انیمیشنی از انتقام سخت خیالی منتشر کرد. اما پاسداران و بسیجی های نظام در زیر همین پست کانال رسمی سپاه کامنت های قابل توجهی گذاشتند که نشان می دهد تا کجا بدنه نظام مسئله دار و وارفته هستند. نزدیک سالگرد باید می زدین
که نزدید و برید سماق بمکید. هیچ خبری نیست. همون زمان هم خیلی ها تومار امضا می کردن که انتقام سخت بگیریم. هیچ غلطی نکردن. معتادا به آمریکا حمله نمی کنن. فقط زورشون به مردم می رسه. اما واسه خارج ایران موشن فیلم های کارتونی درست می کنن. زور سپاه به آذربایجان هم نمی رسه، چه برسه به آمریکا. همه اش بلوف. هیجان رو که جایگزین عقل کنی، یک هفته‌ای ژنرالت رو ترور می‌کنن، یک جوری که نتونی هیچ کاری بکنی. قاآنی هم جز شعار و بلوف چیزی بارش نیست. واسه یه داخل فقط زورتون میرسه، لاف زنها. بس کنید، تو رو خدا خسته شدیم از شعار و حرف. نه طنز رو زدن، جواب ندادیم. دانشمندمون رو زدن، جواب ندادیم. اگر دو روز دیگه رهبرمون رو زدن، انتظار نداشته باشین که جواب بدن، چون یه پا ترسو بیش نیستن. منو باش فکر کردم سپاه چیزی بارشه. مقام رسمی مملکت رو میزنن، رسمی اعلام میکنن و میگن کار ما بود، ما بی غیرت فقط نگاه میکنیم و دم نمیزنیم. عین الاسد رو هم که زدن، با هماهنگی خود آمریکایی ها زد که دهن شما را ببندن. مثال انتقام سخت گرفتیم، حتی یک تفنگ خالی هم آسیب ندید. اردوگاه‌های تمرین که سایبانی بیش نبودند. داریم خودمون رو گول میزنیم. اون اوائل میگفتیم انتقام سخت بگیریم. میگفتید احساسی نشید. حالا هم میگید صبر استراتژیک. پس اینقدر صبر کنید تا خدای نکرده مثل فخریزاده بیان یکی یکی ترور کنن همه رو. از بس شعار دادن دیگه هیچ کس حرفشون رو باور نمی کنه. الله اکبر. اینها سپاه هم شدن مثل حسن روحانی. غلط کردم گویی و جا زدن رئیس جمهور ارتجاع. پس از تهدید کردن ترامپ به سرنگونی از حکومت و زندگی و ادعای سخیف پرداخت پول از جانب مجاهدین به واشنگتن تایمز برای انتشار این تهدید. سایت خبر فوری رژیم تحت عنوان واکنش سخنگوی وزارت خارجه به خبر جعلی واشنگتن تایمز، توییت شتاب زده سخنگوی وزارت خارجه آخوندها درباره تکذیب آخوند روحانی نسبت به هر گونه تهدید علیه رئیس جمهور آمریکا را منتشر کرد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم ترس و بزدلی آخوند روحانی را با این جمله به نمایش گذاشت که واشنگتن تایمز باید پخته تر از آن باشد که اخبار جعلی نشر بدهد و تعصبات ضد ایرانی پخش کند. غلط کردم گویی و جا زدن آخوند روحانی با این ادعای سخیف همراه شده است که واشنگتن تایمز پیش از این نیز در ازای دریافت پول مطالبی از فرقه تروریستی و غیرقانونی مجاهدین خلق منتشر کرده است. سایت خبر فوری رژیم با ترس و لرز ادعا کرده است روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در خبری جعلی مدعی شد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به مرگ تهدید کرده است. ترامپ 3 سال جنگ اقتصادی رو بر ما تحمیل کرد. او هم تو هفته های آینده سرنگون میشه، نه از حکومت، اصلا از زندگی. یک آدم بی‌آبرویی در تاریخ خواهد بود به خاطر جنایت‌ها و ظلمی که کرد. یکی از ظلم‌های غیر قابل گذشتش شهادت شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود که حالا خیلی او جنایت کرد، خیلی آدم کشی کرد، ولی این دو موردی است که ما یادمون نخواهد رفت. اینا باید بدونن این داغ بود بر دل ما و برای همیشه در سینه ما هست و انتقام این خون رو ملت‌های منطقه و ملت ایران یه روز مناسبی از اینها خواهند گرفت. سخنگوی مجاهدین خطاب به آخوند روحانی رئیس جمهور ارتجاع گفت اینکه مجاهدین به واشنگتن تایمز پول دادند تا چنین مطلبی را منتشر کند جای خود، اما ای آخوند بزدل و هراسان، از این پس گز نکرده پاره نکن و الا مثل همین بار دوچار سکسکه غلط کردم گویی می شوی. سخنگوی مجاهدین همچنین خطاب به همه خبرگزاری ها و رسانه هایی که از مجاهدین پول گرفته
و افکت آخوند روحانی را جعل و منتشر کرده اند گفت خواهشمند است رئیس جمهور فلک زده ارتجا را تا ساقط شدن از کرسی ریاست جمهوری و نفس حرام به حال خود بگذارند. سخنگوی مجاهدین افسود در ساقط شدن خامنه ای و روحانی و رئیسی و دیگر سردمداران و سرکردگان رژیم از کرسی و نفس حرام به دست پرتوان مردم ایران در قیام خلق جای تردید نیست. آلودگی هوا در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران در بحبوحه فاجعه کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. عیسی کلانتری معاون دادستان کل کشور به این نتیجه رسیده است از نظر امنیتی باید مازوت سوزانده شود. خبرگزاری رسمی رژیم آلودگی هوا بلای جان سالانه 40,000 ایرانی. روزنامه حکومتی مردم سالاری پنهانکاری درباره نقش مازوت در آلودگی هوا. روزنامه حکومتی آرمان 15 میلیون لیتر مازوت راه نفس مردم را گرفته است. مریم رجوی فریاد نفس نداریم مردم تهران و شهرهای بزرگ به خاطر آلودگی هوا به آسمان بلند است. آخوندها ثروت کشور را در پروژه‌های ضد ملی اتمی، موشکی و صدور تروریسم هدر می‌دهند و با مصرف مازوت مرگ به ارمغان می‌آورند. تا این رژیم بر سر کار است، نه تنها از واکسن بلکه از هوا هم خبری نیست. آمار جانگداز قربانیان کرونا در 478 شهر از 196,500 نفر گذشت. دانشگاه جانز هاپکینز ایران از نظر تعداد مرگ و میر به نسبت جمعیت بعد از مکزیک در رده دوم جهان قرار دارد. این رده بندی بر مبنای آمار جعلی و مهندسی شده رژیم صورت گرفته است. رسانه‌های حکومتی کرونا انگلیسی به ایران رسید. رئیسی سخنگوی ستاد حکومتی کرونا ویروس انگلیسی بعد از ترکیه به همسایه‌های شرقی ایران رسید. این احتمال وجود دارد که ویروس انگلیسی وارد کشور شده باشد. جو ویلسون نماینده کنگره آمریکا کشتن قاسم سلیمانی یادآور این ضرورت مبرم است که باید با نفوذ شرورانه رژیم ایران بیش از پیش مقابله کرد. توییت ترسان و لرزان جواد ظریف عاملان تحریک کننده اسرائیلی در حال برنامه ریزی هستند تا ترامپ را در وضعیت تحریک کننده یا توجیه کننده جنگ قرار دهند. خبرگزاری رویترز جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم ایران از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست تا در دام طرح اسرائیل برای راه انداختن جنگ از طریق حمله به نیروهای آمریکایی در عراق نیفتند. فاجعه کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 478 شهر از 196,500 نفر بیشتر است. نمکی واکسن دیگری را با یک کشور دیگر سازنده دنبال می کنیم. فاز سوم بالینی آن را از بهمن شروع خواهیم کرد. امیدوارم اواخر بهار آینده واکسن ساخت کشورمان را به کار ببریم. انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران بر ضرورت خرید فوری واکسن به میزان مورد نیاز از انواع مورد تایید مراجع بین المللی با شفافیت کامل در خصوص نوع واکسن و کشور تولید کننده تاکید می کند. هر گونه تأخیر باعث از دست رفتن جانهای بیشتر می شود. رئیسی
در اردبیل، گلستان، گیلان و مازندران روند بیماری نزولی نشد. در مازندران بیشتر روستاها درگیر کرونا شدند. رئیس سازمان محیط زیست: آلودگی‌های گازوئیل و مازوت مرگ و میر کرونا را تا 6 برابر افزایش می‌دهد. عضو کمیسیون بهداشت: امسال به دلیل کرونا موضوع آلودگی هوا باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. دولت تصمیم گیری کند که وقتی شرایط هوای تهران به حد خطرناک رسیده نسبت به تعطیلی تهران اقدام کند. زالی: کماکان تهران در وضعیت نارنجی است و ورامین، شمیرانات و ری نیز شرایط مشابه تهران را دارند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر یکشنبه 14 دی 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 478 شهر از 196500 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 7527 نفر، در البرز به 5140 نفر، در اصفهان به 12185 نفر، در تهران به 48191 نفر، در چهارمحال و بختیاری به 1545 نفر، در زنجان به 2065 نفر، در فارس به 6013 نفر، در قم به 7675 نفر، در کرمان به 4328 نفر، در کوهگیلویه و بویراحمد به 1419 نفر، در گلستان به 4847 نفر، در گیلان به 6976 نفر، در مازندران به 7512 نفر، در مرکزی به 4073 نفر، در هرمزگان به 2060 نفر، در همدان به 4670 نفر و در یزد به 3472 نفر رسیده است. نمکی وزیر بهداشت رژیم گفت از مردم می‌خواهم از خبرهای متفرقی که در رابطه با واکسن می‌شنوید یک گوشتان در و گوش دیگر را دروازه کنید تا روح و روانتان درگیر حاشیه‌ها نشود. واکسن دیگری را با یک کشور دیگر سازنده واکسن دنبال می‌کنیم. انشاءالله در انستیتوی پاستور فاز سوم بالینی این واکسن را از بهمن ماه شروع خواهیم کرد. امیدوارم حداکثر اواخر بهار سال آینده واکسن ساخت کشورمان را به کار ببریم. انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران طی بیانیه اعلام کرد با توجه به گسترش روزافزون پاندمی، کثرت جمعیت، وسعت ابتلا، تعداد بالای مرگ و میر، افزایش احتمال جهش ویروس در شرایط گسترش آلودگی، نیاز به زمان طولانی برای تکمیل مراحل 1، 2 و 3 کارآزمایی بالینی و نیز ظرفیت محدود تولید انبوه واکسن در کوتاه مدت، این انجمن بر خرید فوری واکسن به میزان مورد نیاز از انواع مورد تایید مراجع بین‌المللی با شفافیت کامل در خصوص نوع واکسن و کشور تولید کننده تاکید می‌نماید. بدیهی است هر گونه تأخیر در این امر موجب بروز خسارات جبران ناپذیر و از دست رفتن جان انسان‌های بیشتری شده و همزمان شانس ایجاد سویه‌های جدید ویروس و مقاوم به واکسن در کشور را بیشتر می‌کند. رئیسی سخنگوی ستاد کرونا گفت در 4 استان اردبیل، گلستان، گیلان و مازندران روند بیماری نزولی نشد. وضعیت مازندران نیازمند بررسی بیشتر است. در مازندران بیشتر روستاها درگیر کرونا شده اند. این استان دچار خیز سوم بیماری نشده بود و حالا درگیر خیز سوم بیماری شده است. محسنی عضو کمیسیون بهداشت مجلس ارتجا گفت آلودگی هوای تهران عوارض جدی و مشکلات تنفسی به دنبال خواهد داشت. امسال به دلیل کرونا موضوع آلودگی هوا باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد، چون برخی بعد از ابتلا به کرونا دچار بیماری ریوی شده و آنها نسبت به افراد عادی بیشتر در معرض خطر هستند. دولت وقتی شرایط هوای تهران به حد خطرناک رسیده نسبت به تعطیلی تهران اقدام کند. کلانتری رئیس سازمان محیط زیست رژیم گفت آلودگی‌های گازوئیل و مازوت مرگ و میر کرونا را تا 6 برابر افزایش می‌دهد.
در شهرهایی مثل تهران، کرج، مشهد، تبریز، اصفهان و قزوین به هیچ وجه نباید نیروگاه‌ها مازوت مصرف کنند و اصلا نباید خودروها و کامیون‌های دیزلی و به خصوص فرسوده را داخل این شهرها راه دهیم. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت بیماری کرونا در تهران همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد. افراد بستری در استان بالغ بر 2150 بیمارند که 850 نفر در بخش ICU هستند. ورامین شمیرانات برای نیز شرایط مشابه تهران را دارند. در آذربایجان غربی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت مجموع جانباختگان کرونا در استان به 3500 نفر رسید. در حال حاضر 453 بیمار بستری و 153 بیمار در ICU هستند. در گلستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت در حال حاضر 450 بیمار بستری هستند که 93 بیمار در ICU و 38 بیمار به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند. طی شبانه روز گذشته 8 فوتی بر اثر کرونا ثبت شد و در مجموع استان در وضعیت نارنجی یا هشدار از لحاظ شیوع کرونا قرار دارد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 14 دی 1399. رسانه‌های حکومتی: کرونا انگلیسی به ایران رسید. ویروس انگلیسی هم به ترکیه و چند تا کشور به حال نزدیک ایران هم رسیدن. آیا تدبیری ما داریم برای اینکه بتونیم جلوی ورود این ویروس رو به کشور بگیریم؟ بله، ببینید ما متاسفانه خبردار شدیم کشورهای همسایه شرقیمون هم ویروس رو پیدا کردن و اون خیلی خطرناک. سایت خبرفوری رژیم 14 دی با عنوان کرونا انگلیسی به ایران رسید نوشت رئیس سخنگوی ستاد مقابله با کرونا خبر داد ویروس انگلیسی بعد از ترکیه به همسایه‌های شرقی ایران رسید. این احتمال وجود دارد که ویروس انگلیسی وارد کشور شده باشد. وی گفت چون همه می‌دانید که ما با همسایه شرقی شاید رفت و آمد هم رسمی و هم غیر رسمی‌های خیلی زیادی داریم و ببینید در ارتباط با این ویروس انگلیسی دیر یا زود من فکر می‌کنم که این ویروس بالاخره به همه جا خواهد رفت. آلودگی هوا در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران در بحبوحه فاجعه کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. اعتراف سرکردگان رژیم به پنهانکاری درباره نقش مازوت در آلودگی هوا. آلودگی هوا در تهران و سایر شهرها در بحبوحه فاجعه کرونا بر ابعاد مرگ و میر مردم افزوده است. روز یکشنبه 14 دی شاخص کیفیت هوای تهران روی 180 تا 200 قرار گرفت که وضعیت قرمز و خطرناک محسوب می شود. رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم اعتراف کرد به دلیل آلودگی هوا تقریبا تهران تعطیل است. مدیری کل پیشبینی و کنترل سازمان هواشناسی اعلام کرد میزان شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق تهران شاید به بیش از 200، یعنی وضعیت بسیار خطرناک برسد. همکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت در چند منطقه از 170 فراتر رفته که نشانگر وضعیت ناسالم برای همه گروه های سنی است. محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای قلابی شهر تهران اعتراف کرد استفاده از سوخت‌های پرگوگرد در صنایع، نیروگاه‌ها و فعالیت برخی مشاغل آلاینده تأثیرات جدی در تشدید آلودگی هوای تهران در هفته‌های اخیر داشتند که غلظت دیوکسید گوگرد طی هفته گذشته در هوای تهران دو برابر شده است. وی افزود کاهش جانباختگان کرونا با افزایش قربانیان آلودگی هوا جبران نشود. آلودگی هوای تهران نتیجه استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه هاست. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست رژیم اعتراف کرد معاون دادستان کل کشور به استانها بخشنامه کرده است
که شما برای سوزاندن نفت کوره در نیروگاه ها و صنایع مانع نشوید. یعنی کسی که باید قانون هوای پاک را اجرا کند از نظر امنیتی به این نتیجه رسیده است که باید این مازوت سوزانده شود. خانم مریم رجبی گفت فریاد نفس نداریم مردم تهران و شهرهای بزرگ به خاطر آلودگی هوا به آسمان بلند است. آخوندها ثروت کشور را در پروژه‌های ضد ملی اتمی، موشکی و صدور تروریسم هدر می‌دهند و با مصرف مازوت مرگ به ارمغان می‌آورند. تا این رژیم بر سر کار است، نه تنها از واکسن بلکه از هوا هم خبری نیست. روزنامه حکومتی ستاره صبح 14 دی با عنوان کلان شهرها غرق در دود نوشت در شرایط کنونی که با بیماری کرونا نیز مواجه هستیم، آلودگی هوا ممکن است 10-15% شیوع بیماری را بیشتر کند. پرسش این است که چرا موارد قانون هوای پاک که تصویب و ابلاغ شده است اجرا نمی شوند تا جلوی مرگ سالانه بیش از 40,000 ایرانی به دلیل آلودگی هوا گرفته شود. روزنامه حکومتی مردم سالاری 14 دی با عنوان پنهانکاری درباره نقش مازوت در آلودگی هوا نوشت هوای تهران در روزهای اخیر به شدت آلوده شده و متهم اصلی این آلودگی هم استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه هاست که با وجود تفره رفتن مسئولان و حتی تکذیب بالاخره با قرار گرفتن شاخص آلایندگی هوا روی 157 و جدی‌تر شدن اوضاع و افزایش انتقادات این موضوع از سوی محیط زیست تایید شد. آلودگی هوا یکی از عوامل مهم در افزایش مرگ و میرها در کشور است و نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در برخی از سالها به میزان تصادفات جاده‌ای مردم در روزهای آلوده جانشان را از دست دادند. بر اساس آنچه که وزارت بهداشت اعلام کرده، سال گذشته تنها در تهران بیش از 3,000 نفر از شهروندان بالای 30 سال جانشان را بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا از دست دادند. خبرگزاری رسمی رژیم 14 دی با عنوان آلودگی هوا بلای جان سالانه 40,000 ایرانی نوشت رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت مطالعات نشان می‌دهد هر سال حدود 40,000 نفر در کشور به دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در هوا جان خود را از دست می‌دهند که این تعداد تقریباً معادل 10% کل موارد فوتی هاست. روزنامه حکومتی آرمان 14 دی با عنوان 15 میلیون لیتر مازوت راه نفس مردم را گرفته نوشت هرچه از روزهای سرد سال بیشتر می‌گذرد آسمان تهران و دیگر کلان شهرها خاکستری تر می شود و این در حالی است که مدارس و برخی از اصناف اجازه فعالیت ندارند و در این بین بسیاری استفاده از سوخت ممنوعه مازوت را در نیروگاه ها و صنایع دلیل تشدید آلودگی هوا می دانند. شاخص آلودگی هوا بامداد شنبه 13 دی در مناطقی از استان تهران باقرآباد شهر ری از 200 عبور کرد و در مناطقی از شهر تهران نیز به بیش از 186 رسید. روزنامه حکومتی اعتماد 14 دی ماه نوشت همزمان با شدت گرفتن آلودگی هوا هشتگ مازوت نسوزونید در توییتر فارسی داغ شد و کاربران معترض به این آلودگی درباره آن نوشتند. آنها در توییت ها نوشتند لطفاً این مازوت رو نسوزونید ما نفس بتونیم بکشیم. مرگ و میر و عوارض آلودگی هوا از کرونا بیشتر است. اکسیژن هم نداریم تا ما زنده در آلودگی و دود مازوت دفن بشیم. هم مازوت نسوزونید. کرونا چیه؟ ما مزه گوگرد رو در دهانمون متوجه میشیم و هنوز هم زنده ایم. و از جوریه که نفس میکشی گوگرد بدن تمی میشه. حال تهرانمان خوب نیست،
نفسش گرفته، مازوت نسوزونید. بوی زجرآور در هوای تهران به شدت موجب آزار ریه های مردم شده و احتمالاً مبتلا کننده به بیماری های خطرناک است. و از کرونا هم جون سالم به در ببریم، مازوت ما رو میکشه. ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. در حالی که آمار جانباختگان کرونا در سراسر جهان به بیش از 1,833,000 نفر و تعداد مبتلایان نزدیک به 85 میلیون نفر است، به گزارش دانشگاه جانز هاپکینز، ایران تحت حاکمیت آخوندها از نظر تعداد مرگ و میر به نسبت جمعیت بعد از مکزیک در رده دوم جهان قرار دارد. قابل توجه است که این رده‌بندی بر مبنای آمار جعلی و مهندسی شده خود رژیم صورت گرفته است و الا مطابق آمار واقعی حکومت آخوندی در صدر جدول قرار می‌گیرد. دولت هندوستان مجوز اضطراری برای استفاده از واکسن آسترازنکا و واکسن فایزر را صادر کرد. قرار است طی 6 تا 8 ماه آینده 300 میلیون نفر در هندوستان واکسینه شوند. هندوستان با 1,350,000,000 نفر جمعیت دومین کشور پر جمعیت جهان است. وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته از 1,858 تست کرونا حدود 22% مثبت بوده و 407 نفر جدید مبتلا به کرونا تشخیص داده شدند. در همین روز 4 نفر دیگر درگذشتند. همراه با بازنشستگان در 23 شهر ایران، معلمان، کارمندان، کارگران و زحمتکشان و مردم محروم میهنمان که بار سنگین چپاول و غارت کارگزاران و سردمداران رژیم آخوندی روی دوش آنها سنگینی می‌کند، در باف، میاندوآب، یزد و گوهگیلوی و بویراحمد در اعتراض به ستم و چپاول رژیم تجمع و اعتصاب کردند. معلمان خرید خدمت در یزد و نیروهای شرکتی مرکز بهداشت در باف در اعتراض به وضعیت معیشتی و تبعیض در حقوقشان، اهالی قره‌بران میاندوآب در اعتراض به تخریب رودخانه زرین رود توسط ایادی رژیم و کارگران آبدار در شهرهای دیشموک، بهمهی، گچساران، باشت، پاتاوه و یاسوج در استان گوهگیلویه و بویراحمد با 20 سال سابقه کار در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق و حق بیمه تجمع اعتراضی برگزار کردند. جو ویلسون نماینده کنگره آمریکا در سالگرد هلاکت دشخیم قاسم سلیمانی بر ضرورت مبرم مقابله با دخالت‌های شرورانه رژیم آخوندی در منطقه تاکید کرد. وی روز 13 دی در توییتر خود نوشت: امروز سالگرد از میان برداشته شدن قاسم سلیمانی سرکرده تروریست‌ها و یادآور این ضرورت مبرم است که بایستی دخالت‌های شرورانه رژیم ایران در منطقه بیش از پیش مورد کنترل قرار بگیرد. کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران باید ادامه یابد و من در انتظار کار با همکارانم در 117مین کنگره هستم تا روی تحریم‌های افزوده و اقداماتی که در ادامه سیاست دولت ترامپ است کار کنیم. تلویزیون رژیم آخوندی در اعتراف به منفوریت دشخیم قاسم سلیمانی گفت قاسم سلیمانی را یک فاشیست معرفی کردند. خب در این قسمت یک مطالبه یک نشریه چپگرایی انگلیسی رو میخوایم به بحث بذاریم. خب این محتوای نشریه چی میگه راجع به حاج قاسم سلیمانی؟ در حقیقت این نشریه اومده یه تیتری زده، یه تیتر دو پهلو. تیتر اینه که آنچه آمریکا باید درباره قاسم سلیمانی درک کند، دن همین تیتر رو تکرار کردن و تیترهای مثل این که آنچه نیاز دارید درباره قاسم سلیمانی بدانید و یا اینکه درباره قاسم سلیمانی ژنرال فرامرزی ایران و سپاه قدس چه میدانید؟ که ما وقتی این مقاله رو میخونیم متوجه میشیم که اومدن یک شخصیت کاملا غیر واقعی و بی‌رحمانه رو القا کردن به خواننده که همچین تصویری ما از سردارمون در ذهن‌ها نداریم. ولی جامعه چیه اون سرفصلایی که نسبتایی که به سردار سلیمانی دادن که مطلب سردار چیه؟ سردار سلیمانی رو یک فاشیست وطن پرست معرفی کردن که به دنبال اینه که امپراتوری قدیم ایران رو دوباره احیا کنه و به عواقب این رفتار و این جنگ طلبی‌ها در کشورهای اطراف ایران خیلیشون توجه نداشت.
خبرگزاری رویترز در مورد توییت ترسان ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی نوشت: روز شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم ایران از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست تا در دام طرح اسرائیل برای راه انداختن جنگ از طریق حملات به نیروهای آمریکایی در عراق نیفتد. واشنگتن شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران را مسئول حملات موشکی منظم به تأسیسات آمریکا در عراق از جمله در نزدیکی سفارت آمریکا می‌داند. احمد الحریری دبیرکل جریان المستقبل لبنان در پاسخ به پاسدار حاجی زاده سرکرده موشکی سپاه پاسداران که گفته بود همه موشک‌های موجود در لبنان و غزه توسط رژیم تأمین شده گفت: پافشاری سران رژیم ایران بر کشاندن لبنان به جنگ‌ها و درگیری‌های مربوط به این رژیم اوج تجاوز به تمامیت ارضی لبنان است. دبیرکل جریان المستقبل لبنان افزود: کشور ما سکوی شرط بندی های رژیم حاکم در تهران و سیاست های پوچ آن نیست، هر چقدر هم که موشک انباشت کنند. مصطفی تاج‌زاده از باند فاشیستی ارتجاع اسلامی و از دشمنان دهه 60 و اصلاحاتچی قلابی دهه 70 در پایان ماجرای باندبازی های ننگین رژیم ولایت فقیه، خواهان حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی رژیم و ادغام آن در ریاست جمهوری آخوندها شد. وی روز شنبه 13 دی 99 در توییتر خود نوشت: به سود ایران و ایرانی و نیز دین می‌دانم که روحانیت هرچه سریع‌تر با اصلاح قانون اساسی ولایت فقیه را حذف کند. گام اول دوره‌ای شدن رهبر و قدم دوم ادغام رهبر با ریاست جمهوری و انتخابی شدن مقام نهاد جدید است. تاج‌زاده و برخی دیگر از ریزشی‌های باند فاشیستی ارتجاع اسلامی که با سرقت نام مجاهدین و با عربده‌های مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه در سرکوب و کشتار مجاهدین از هیچ جنایتی فروگذار نکردند و زیر لوای اصلاحات قلابی نیز خواهان عصر طلایی خمینی و قانون اساسی ولایت فقیه بودند، اکنون در زیر ضرب قیام‌ها و شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه همان حرف‌هایی را به سود ایران و ایرانی می‌دانند که مجاهدین را به خاطر گفتن آنها شکنجه و اعدام می‌کردند. بینندگان گرامی، خیلی ممنون از همراهی شما با این بخش از خبرهای سیمای آزادی. در پایان همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.